فیلم گودزیلا ایسکونگ هم بالاخره اکران شد و مطمئنا تا الان اونایی که عجله داشتن بتونن فیلم رو تماشا بکنن رفتید و فیلم رو با همون کیفیتی که بیرون اومده تماشا کردینش و بعد از دیدن این فیلم مطمئنا کلی سال توی ذهنتون به وجود اومده اینکه قراره که این مجموعه ادامه پیدا بکنه اینکه قرار ربطی به سریال مونارک داشته باشه و توی سریال مونارک بیان برن سراغ یه سری از راز رمزایی که این وسط جوابی بهش داده نشده و از طرف دیگه هم خود نظری که کارگردان داشته چه میخواد این مجموعه رو ادامه بده میخواد وارد اتفاقات بیشتری بشه و رمز و رازهای بیشتری رو بهمون نشون بده و تو این ویدیو میریم سراغ بررسی این فیلم به طور کامل در مورد تمام نکاتی که داخلش بود و سوالایی که مطمئنا توی ذهنتون وجود داره با هم دیگه صحبت میکنیم پس این ویدیو با اسپویل یه دونه بدون اسپویلش هم که قبلا براتون درست کرده بودم و داخل کانال هست درود به همگی من شاهینم از اینم که روی این ویدیو کلیک کردی ازت ممنونم مطمئنا اگه جز با اون کسایی بوده باشی که از همون اولی که تریلر و تیزر رو بیرون می ایمد ویدیو بررسی تیزر و تریلر رو دیده باشی مطمئنا کلی از مسیر داستانی فیلم و همونجا از تیک های تریلر بهتون گفته بودم و خب ناخواسته فیلم اسپویل شده بود و اون تئوریایی که میمدی می میدادیم نظرهایی که وجود داشت میشه گفتش که خیلی هاشون توی فیلم درست از در اومدش و خب انتظار اینو داشتم که یه سری چیزا تغییر پیدا بکنه یه چند تا سپرایز برامون اون بذارن کنار ولی خب کاملا معلوم بود که هدفشون اینه این که بیان و یه فیلمی رو آماده بکنن برای اینکه کنگو تبدیل به کینگ کنگ بکنن که حالا جلوتر بیشتر آمدش با هم دیگه صحبت میکنیم توی اتفاقاتی که این فیلم داره توی روند ماجرایی که جلو میره اطلاعاتی که بچه های مونارک اون قبیله میان به ما میدن دارید متوجه میشید که اسکاری هم که دارید میبینید جزء تایتانای باستانی بوده خود اسکاری هم که داریم میبینیم جزء دستبندی همون تایتانای میمونی به حساب میادش یعنی یه جورای جزء همون خانواده کنگاس ولی خب با این تفاوت که اونا هم زیر مختلفی دارن چون این موجودی که ما اینجا باش رو بودیم بیشتر شبیه به یه اورانگوتان و یا یه شاپانزه بودش بیشتر تا بخوایم با یه موجودی شبیه به کنگ روبرو بشیم شما دارید متوجه میشه تو اون جنگ باستانی که وجود داشته اسکار داشته لشکرکشی میکرد تا بیادش و تمام موجودات و تحت کنترل خودش بگیره اینطوری تبدیل بشه به اسکار کینگی که داریم میبینیمش و یه نکته مهمتری که تو این اطلاعات داریم متوجه میشیم اینه که قبیله جاینا اولین انسانایی بودن که داشتن روی زمین زندگی میکردن یعنی اونا انسانای اولیه بودن این حرفا رو خود کارگردانم میاد تایید میکنه و میگه حیات اصلی که وجود داره از توی هالورس به سمت زمین کشیده شده پس اونا جزء انسان های اولیه بودن البته هنوزم هم خب خیلی سوال بی جواب اینجا وجود داره امیدوارم حالا با سریال مونارک بیان به یه سری از این سوال بزرگ جواب های درست سایی بدن چون هنوز هم کامل همه چیز مشخص نشدم کاملا معلومه که همه چی آماده است برای ساخت دنباله های بیشتر و این دنیا رو بزرگترش بکنن ولی فعلا خب حرفی نمیزنم منتظر بنا فروش فیلم چطوری قراره باشه و بعد از اون بیان به این مسیر ادامه بدن نکته بعدی که اینجا وجود داشت این بود که ما همه فکر کردیم شیمایی که داریم باش روبرو میشیم یه تایتان قدیمی یا اصلا جزء اولین تایتانهایی باشه که اینجا داریم میبینیمش ولی دارید متوجه میشید که اونم جز و همون تایتانهای باستانی بوده که اسکار تونسته رو کنترلش کنه و این قسمت هم دو مرتبه یه مقداری بی جواب میمونه کاملا مشخص همونطور که بهتون گفتم همه چیز قراره به سمت مسیر آینده حرکت بکنه این که چطوری اسکار داشت شیما رو کنترل میکردش از طریق همون کریستالی که دیدی توی دستش بود اون کریستال یه تیکه از بدن خود شیما بود و اینطوری بودش که نسبت به اون واکنش نشون حالا این واکنشی که داشت به نظر میرسید یه طورایی حالا احساس میکرد. اسکارم یه هم نوع خودش که داره ازش کمک میخواد یا داره بهش میگه یه کاری انجام بده به خاطر همینم هم بودش که تحت کنترل اون قرار گرفته بود با اینکه شیمایی که دارید میبینید خیلی بزرگ و قدرتمنده و اینکه با اسکار با هم دیگه تیم شده بودن حسابی عجیب غریب میکنشون ولی دارید یه نکته ای این وسط متوجه میشید و اونم اینه که گودزیلا تو اون جنگ باستانی و درگیریایی که داشته پیش میمده اومده و اونا رو همه رو زندانی کرده توی همون قاری که دیدید و اینطوری بوده که دیگه نذاشته بیرون بیان و برن دنبال کاری که انجام بدن این وسط ما داریم یه نکته خیلی مهمی هم متوجه میشیم و اونم اینه که گودزیلایی که باش روبروییم هم جزء تایتانای باستانیه رسیدن مونارک به هالو ارس این که داریم متوجه میشیم بخش مختلفی از هالو رو دارن به ما نشون میدن کاملا داره به این مسیر حرکت میکنه که اون پایین پر از تایتانا اتفاقات عجیب غریبیه که قبلا پیش اومده مطمئنا گودزیلای که داریم میبینیم گذشته خیلی عجیب تر از این حرفا داشته با موجودات خیلی بدتری اون پایین درگیر شده و الان همشون حسابی آماده اینن که یه فرصت پیدا کنن به سمتش حمله بکنن این داره خودش ادامه مسیر رو میسازه اینکه از اون مونارک بیان یه مقداری تمرکزش رو بسازن روی هالوورس و اتفاقات اونجا رو پیدا بکنن اون رازویی که میتونه توی هالوورس وجود داشته باشه رو بیان وارد اتفاقات خود سریال مونارک بکنن میتونه حتی بیادش و ویلن های آینده مسیر بهمون نشون بده اینکه اون پایین میتونه چه تایتان های دیگه ای وجود داشته باشن و اینکه اصلا قبلا گودزیلا چند بار با اونا درگیر شده ما همیشه در مورد گودزیلا و کنگ فکر میکردیم که اونا آخرین نفر نسل خودشونن توی روند ماجرای داستانی همیشه اینطوری بود حالا کنگی که داریم میبینیم همین اتفاق دقیقا براش پیش اومده بودش ولی در مورد اگه بیاین نگاه بکنیم با این اتفاقاتی که داره پیش میاد با اون تصاویری که توی معدنا بوده اصلا روند ماجرایی که اینجا میان به نشون میدن کاملا مشخص این موجودی که ما باش روبروییم چندین میلیون سال زندگی کرده شاید یه چیزی حدود مثلا و سی میلیون سال شاید بیشتر هم حتی زندگی کرده و از خیلی قبلترم هم بوده و انگار فقط خودش بوده که اینجا داشته زندگی میکرده رفتاری هم که گودزیلا داره کاملا داره این موضوع نشون میده اگه دقت بکنید هر بار میره حالا توی یه تایمی میخوابه بعد دو ارتقا پیدا میکنه میاد با تایتانای دیگه درگیر میشه و همیشه میخواد نشون بده که قدرت اصلی دست اونه این میتونه برگرده به تجربه نبردای خیلی زیادی که توی گذشتم داشته این که میره ارتقا پیدا میکنه خودشو میرسونه به یه درجه بالاتر مثل اتفاقی که توی این فیلم هم افتاد دیدید شما گوزله یه بار دیگه ارتقا پیدا میکنه قدرت های بیشتری رو به دست میاره اینو کامل داره بهمون نشون میده که مطمئنا وقتی که متوجه شده شیم و اینا قراره که اونجا بیرون بزنن همه چیز رو احساس کرده بوده درگیری ها رو کامل میدونسته به خاطر همین خودش ارتقا داده چون احتمال زیاد میدونه اون پایین چه خبره با کیا درگیر شده و قراره با یه تهدید بزرگتری رو بروشه به خاطر همین یه ارتقایی هم پیدا کرد تو این فیلم داره این موضوع رو کامل به ما نشون میده که انسانایی که داشتن زندگی میکردن یعنی اون قبیله جیا که داریم می نسلشون با تایتانا زندگی میکردن اینطوری بوده که با هم دیگه خیلی هم حالا مثلا توی تعادلی زندگی میکردن توی حرفایی که زده میشه متوجه میشید که ها محافظ انسان بودن و گودزیلا محافظ طبیعت بوده یعنی بازم داره نشون میده گودزیلایی که داریم باهاش رو میشیم یه دونه بوده اینطوری نبوده که مثل خود کینگ کونگ و اتفاقاتی که داره پیش میادش مثلا یه گونه های مختلفی داشته باشن کلی حالا قبیله و داستان برشون وجود داشته باشه شاید مثلا یه جفت بودن نمیدونم اینو نمیان کامل باز بکنن ما قبلا متوجه شده بودیم که گونه دیگه ای از گودزیلا هم وجود داشته ولی خب این گودزیلای که داریم باش رو برو میشیم میرسی که اصلا جز همون گونه های اولیه گودزیلا باشه که یواش یواش توی نسل مختلف پیشرفت کنه و پیش کنه و همینطوری ارتقا پیدا بکنه تا اینجا که داریم میبینیمش با این روند اتفاقاتی که اینجا پیش میاد مطمئنا توی ذهنتون یه سال دیگه داره میچرخه و اونم اینه که پس چرا کوین توی جزیره جمجمه بودش مطمئنا بعد از اون درگیریهایی که حالا اسکار داشته پدر مادر کنگی که داریم میبینیم با یه سری از این افراد قبیله جیاینو اومدن روی زمین و وارد جزیره جمجمه شدن برای زندگی کردن و بعد از اون, اون اتفاقات پیش اومده با اون موجودات توی جزیره درگیر شدن و کشتنشون و بعد از اون هم داریم میبینیم که حالا کنگ اومد و انتقام خانوادهش هم تو همون فیلم اختصاصی خودش گرفت و اینطوریه که ما داریم با این کنگ بیرون از منطقه هالورس رو برو میشیم بعدی که در موردش میخوایم صحبت بکنیم برمیگرده به مگا گودزیلا همونطوری که حدسش زدیم دستکش جدیدی که دارن به کنگ میدن از همون باقی مونده مگا ساخته شده بوده اینطوریه که مونارک رفته تمام اون اطلاعات باقی مونده که برمیگشت به شرکت اپیکس و اون چیزهایی که در مورد مگا گودزیلا بود و تحقیقات همه رو دور هم جمع کرده و داره ازشون استفاده میکنه تا بتونه کنگو ارتقا بده چون همونطوری که بهتون گفتم میمونا محافظ انسانا بودن ولی خب این ارتقا پیدا کردن اینجا ای ارتقای کوچیک بود ممکنه که توی شماره بعدی حتی این ارتقا بزرگتر هم بشه در مورد مبارزه کنگو گوزیله که توی فیلم داره اتفاق میفته مطمئنا توی ذهنتون این است که برای چی دو مرتبه اومدن یه همچین سکانسی اینجا گذاشتن خود کارگردان فیلم در مورد این موضوع میگه که نوردی که قبلا داشتن نصفه مونده بود و ناقص بود اینجا خواستم که ادامهشم بهتون نشون بدم به خاطر همین گفتم وجود یه صحنه مبارزه میتونه شما رو یاد اتفاقات فیلم گذشته بندازه بریم سراغ ماترا همونطور که حدس زدیم قرار بود که ماترا اینجا دیده بشه داریم میبینیم که خود شما اینجا میبینیم حالا شاید خیلیتون فکر بکنید که اون خودش نیست و بچه ماترای که داریم باش رو میشیم ولی این خبران نیست دقیقا همون ماترایی که قبلا هم دیده بودیم و به گودزیلا و کمک کرده بود حالا چطوری این اتفاق داره میفته ماترایی که داریم میبینیم تایتانیه که یه مقدار خیلی زیادی از روی ققنوس اومدن الهام گرفتن شما این وقتی که میمیره از اون خاکستری که داره دو یه تخم جدید به وجود میاد ماترا هم دقیقا یه تورای شبیه به اون کار میکنه اینطوریه که میره بر خودش یه تخمیه یه جایی میذاره بعدا که وارد نورد و اتفاقاتش میشه اگه کشته بشه دو مرتبه از طریق اون تخمی که قبلا گذاشته بوده به دنیا میده اینطوریه که اون یه حالت جاودانه به خودش میگیره البته به شرط اینکه یادش نره که بره یه تخم بذاره و کسی هم نره بزنه اون تخمه رو داغون بکنه چون اینطوری دخلش میاد نورد پایانی فیلم اتفاقاتی که ما با اسکار و, و از طرف دیگه گوزیلا و شیما داشتیم دقیقا شبیه به همون چیزی شدش که پیش می میکردیم اینکه در آخر شیما از اسارت اسکار در میاد انتقامش رو میگیره و میزنن اسکار میپکنن خب این اتفاق بودش که توی فیلم هم باش روبرو شدیم آخرم بهتون گفتم که شیما با اینا رفیق میشه و بازم این اتفاق هم پیش اومدش این داره کاملا بهمون نشون میده روند ماجرایی که دیدیم تو این فیلم همونطوری هم که قبلا بهتون گفتم اصلا تمرکز کاملی رو کوین داره این فیلمیه که برای کوین ساخته شده تا اونو تبدیل به کینگ کوین بکنه حالا اینکه داریم می از لقب کینگ کنگ براش استفاده نمیکنه احتمالا به خاطر همون اتفاقات حق استفاده و این موضوعات که داریم میبینیم هیچ وقت هیچ کامل بهش کینگ کونگ نمیگه یا میگن کینگ یا میگن کنگ و سعی می‌کنن این رو جدا از هم بگن این داره کاملا بهمون نشون میده هالورس که داریم می‌بینیم الان یه پادشاه جدید داره که کونگ و بیرون هالورس روی سطح زمینم یه پادشاهی داریم که و اینجا به این مسیر داره حرکت میکنه تا همه چیز رو آماده بکنه برای ساخته شدن ادامه مسیر همونطوری هم که کارگردان توی حرفاش گفته و قرار بودش که بیان یه سگانه بسازن و شروع این سگانه از گودزیلا وی شروع شد رسید به همین فیلمی که داریم میینیم و قرار یه شماره دیگه یه همی وسط وجود داشته باشه و اینطوریه که احتمالا شماره بعدی که باش روبرو بشیم شاید یه چیز شبیه به اونجرز اند گیم بیان بهمون نشون بدن یعنی گودزیلا با تایتانایی که روی زمینن الان پادشاهشونه یه طرف ماجرا وایسن اون طرف کونگو موجوداتی که توی هالورسن و قبیله ای که داره یه طرف وایسن و با هم دیگه تیم بشن جلوی یه ویلن خیلی بزرگ حالا اون ویلنی که میتونه بیاد ممکنه هر کسی باشه چون هنوزم کلی تایتان دیگه وجود داره که شما تا الان ندیدشون و اونا رو میتونن بیارن یعنی حالا توی ذهن خیلی شاید دیسوریاس ولی خب بعد بهتون میگم که خیلی تایتان دیگه هستش که میتونه بیادش از اسپیس گودزیلا گرفته تا حتی خود کینگ که یه سری ها و اونو تو مرتبه بازسازیش میکنن و فلزی و مکانیکی میشه میادش و خب میتونن کلی تایتان مختلف عجیب غریب دیگه بیارن و اینجا جلوی گودزیلا و کنگ بذارن که میتونن باهاشون روبرو بشن پس هنوزم مسیر ادامه داره سال بعدی که مطمئنا توی زنتونه اینه که گودزیلا و شیما قرار با هم دیگه جفت بشن این یه مقداری خب سوال عجیبیه ولی ممکنه که پیش بیاد گودزیلا که داریم میبینیم با اینکه الان متوجه شدیم سن خیلی زیادی هم داره و در کنار شیمایی هم که اونم مطمئنا سن سال خیلی زیادی داره ممکنه که کنار هم قرار بگیرن حالا درسته که جزء یه گونه نیستن ولی خب میتونن زیر شاخه هم دیگه باشن تو حرفایی هم که اینجا زده شد در مورد این موضوع صحبت کردن که ممکنه تایتان های دیگه ای که حالا جزو زیر شاخه هستن با هم دیگه جفت امکان وجود داره برای گودزیلا و شیمو که با هم دیگه یکی بشن و حالا این وسط یه تخمی هم گذاشته بشه که نسلشون ادامه پیدا بکنه اگه قرار باشه که بیان و گودزیلا رو بعدا توی اتفاق خیلی بزرگ مثل همون اتفاقاتی که قبلا داشتیم از این ببرن و حسبش بکنن ممکنه که بچه اونو بخوان اینجا داشته باشن که ادامه مسیر رو با اون جلو برن و یه کاراکتر جدید رو بیان بهمون معرفی بکنن ولی فکر نمیکنم فعلا یه همچین اتفاقی بیفته چون خیلی دیگه تایتان هست که میتونن بیان بهمون نشون بدن بعد ببینیم اصلا فیلم بعدی که میخوام بسازن این دوتا با هم هن. یعنی دو مرتبه قرار کنگو و رو کنار هم دیگه ببینیم یا یه چند تا فیلم تکی از گودزیلا یه تا فیلم تکی از کنگ میسازن بعدا میان کنار هم دیگه میذارنشون یه نکته دیگه که این وسط میمونه زندانی شدن اسکار و موندنشون اون پایین بود حالا تو این بازه زمانی که اون پایین بودن دقیقا چه کاری انجام میدادن چرا حالا این همه نوچه برای خودش نگه داشته بود به کدوم سمت حرکت میکردن اینا یه مقداری راز و رمزه که بازش نمیکنن و بهتری که مونارک بیاد بعدا اینا رو به اون توضیح بده چون نمیدونیم واقعا حالا تو این باز زمانی اتفاقاتی که داشته میفته دقیقا اسکاری که داریم میبینیم چی کار داشته میکرده اون پایین چندین سالی که حالا اونجا بودن و بعد از این همه اتفاق سر پیدا میشه میتونه نکته خیلی جالبی بهمون نشون بده بعد از اینم مطمئنا الان تو سوالو دارید که شماره بعدی ساخته میشه اگه ساخته میشه چرا صحنه بعد از تیتراژ نداشیم باید بهتون بگم که یه صحنه بعد از برای این فیلم واقعا وجود نداشت هیچ چیزی نمیدادن بهمون نشون بدن علتش هم فقط به خاطر این بود که این فیلم اکران بشه بره توی سینما اگه فروش خیلی خوبی داشت بعدا تصمیم میگیرن که ادامهشو بسازن اما اونجایی هم که شروع خیلی خوبی هم داشته و تونسته که کلی مخاطب به جذب کنه نمره خوبی هم تونست بگیره نظر مخاطبا داره نشون میده که اتانا با فیلم بعدی هم قراره که روبرو بشیم پس مطمئنا یه سری خبر در موردش بهزودی میشنویم در مجموع تا تمام نکاتی بودش که میتونستم در مورد این فیلم بهتون بگم امیدوارم که دیدن لذت برده باشید اونایی که دنبال اینن که متوجه بشن که این نسخه بلورهی بیرون میادش معمولا 45 تا 60 روز بعد از اینکه فیلم اکران شد با این نسخه ها رو, میشیم ولی خب ممکنه که این بازه زمانی بیشتر یا حتی کمتر باشه پس بعد منتظر باشیم ببینیم که خود تیم سازنده کدوم زمانو قراره که در مورد بیرون اومدن کیفیت بهترین این فیلم بهمون بگن که مطمئنا اگه خبریم بیرون بیادش توی کامیونیتی کانال حتما براتون میذارمش حتما یاد بشه نظر توری اگه توی ذهنتم هست داخل کامنتو برام بنویسی لایک و سو زنگولم یاد نره فعالش بکنی اینطوری میتونیم محتوای جدید دست بده بکنی و بیای توی کانال ویدیو جدید تماشا بکنی و این ویدیو رو براتون بذارم اینجا که در مورد تمام گونه هایی که از ددپول و لوگان توی فیلم ددپول تیری وجود داره و فعلا تایید شده با هم دیگه صحبت کردیم که میتونی بریم ویدیو تماشا کنی. و در مجموع دیگه حرفی هم نیمونه تا ویدوی بعدی بدرود